فیلم سینمایی امکان مینا به کارگردانی کمال تبریزی و با هنرنمایی میلاد کیمران و مینا ساداتی اثری که منتقدان زیادی داشته و حتی میشه گفت از کمال تبریزی با داشتن سابقه ای چون فیلم‌های لیلی با من است، فرشباد و مارمولک انتظار ساخت فیلم قوی‌تری می‌رفت. قصه نمایشی از مواجهه مهران، خبرنگار ساده و متعهد روزنامه در مقابل همسر خانه‌دار خود به نام مینا. اما داستان به همین سادگی نیست و بعد از رفت آمدهای مشکوک مینا، مهران رو تعقیب میکنه و متوجه میشه که مینا جاسوس گروهک سیاسی مجاهدین خلقه و ادامه ماجرا. فیلم با روابط عاشقانه زوج جوان در بستر خانواده آغاز میشه و در ادامه در موقعیت‌های کاملا متفاوتی قرار میگیره و سعی داره محتوای جاسوسی و حتی جنگی رو غالب کنه. تبریزی سعی کرده فضای مربوط به دهه 60 رو به تصویر بکشه که تقریبا قابل قبول عمل کرده و شاهد نورپردازی و فضاسازی متناسب با اون برهه زمانی خواهیم بود. و اما داستان فیلم حجمه ای از سوالات و سردرگمی ها رو برای مخاطب به همراه میاره، سوال هایی که به قوه خود باقی میمونه و نشان ضعف در فیلمنامه رو به خود اختصاص میده. تقابل بسیار ساده و سطحی سازمان اطلاعات و گروهک مجاهدین خلق، گویی که هر دو از کمترین بهره هوشی برخوردارن، از نکات منفی و عجیب فیلم محسوب میشه. شاهرخ فروتنیان، بهرنگ علوی و همچنین شایسته ایرانی و سیامک سفری از دیگر بازیگران این فیلم هستند. گفته میشه که در ابتدا نوید محمدزاده و نگار جواهریان برای این فیلم انتخاب شده بودند، اما این دو بازیگر جوان به دلیل مضمون سیاسی فیلم از قبول این فیلم خودداری کردند. حالا وقتشه که با هم بریم و امکان مینا رو به تماشا بشینیم.